بچه ها کاردیو اول امروز 15 دقیقه میدوی به سمت جلو 15 دقیقه برمیگردی خونه. من و سامین همینجوری سرمونو میندازیم کوچه پس کوچه های مکزیکو میریم جای جدید کشف میکنیم با هم دیگه. الان میتونم بدوم تا جایی که دلم میخواد ولی نباید بکنم چون ممکنه یه ذره عضله از دست بدم. واسه همین امروز 15 دقیقه نگه میداریم. من صبح وزنمو نگاه میکنم، از خودم فیلم میگیرم، به آرش و دیکی میفرستم، اونا اگه بگن اوکی هیکل خوبه و اینا کوچیک نشدی، حتی آدم با یه دوباره دویدن کوچیک نمیشه، یه نصف ماراتون بعدم نمیاد بودم خودش. ما بودویم بریم صبحونه. صبحتون بخیر. دو امروز حدوداً 32 دقیقه بود. کلاً تو 32 دقیقه 5 کیلومتر هم نتونستیم بزنیم چون هوا خیلی گرمه اینجا. یکی دو بار مجبور شدم راه برم. عجیبه، من تو هوای گرم خیلی خوب میدوام ولی انگار امروز نه. امروز میخوام باهاتون راجع به چیت میل ها صحبت کنم، از باورهای غلط تا درست انجام دادن تا تمام اطلاعاتی که نیاز دارید راجع به چیت میل ها بدونید و میخوام بهتون بدم. خدا رو چیدی شاید خودم بعد 4 ماه 5 ماه هیچ غذای بدی نخوردن امروز یه چیت میلی بزنیم. برو بریم. اول از همه هدف این چیت میلا کلن چیه؟ مهمترین هدف چیت میل همونی که شما فکر میکنید، اینی که ما رو خوشحال کنه. اگه یه هدفی داریم که برای رسیدن به اون هدف باید سبک غذا خوردنمونو و عادتهامونو به طور خیلی زیادی عوض بکنیم، چیت میل ها میتونن به ما کمک کنن بعضی وقتا که بتونیم خیلی راحت تر به این هدفهای جدید پایدار باشیم. برای مثال اگه ما مجبوریم که خیلی غذا بخوریم توی رژیم هضمیم و اینکه غذاهای سالم داریم میخوریم، هر چند وقت یه بار یه چیت میل خوردن میتونه باعث شه که از بابت مخصوصا روانشناسی ما خیلی خوشحالتر باشیم و راحتتر بتونیم به این هدف پایدار بمونیم. کلن کسایی که تو رژیمن و از چیت میل ها استفاده میکنن خیلی براشون آسون تره که به اون هدفی که دارن پایدارتر باشن و از زیر رژیمشون در نرن نسبت به کسایی که تمام مدت خیلی سخت روی رژیمشون پایدارن. البته خیلی مهمه که چیت میلی که ما انجام میدیم تو راستای هدفهای ما باشه و گن نزنه به تمام این پیشرفتی که ما این همه براش تلاش کردیم. قبل اینکه بچه ها من شروع کنم راجع به چیت میلا باهاتون صحبت کنم، ازتون میخوام که چیت میل مورد علاقتون رو برای من حتما توی کامنت ها بنویسید چون یه ایده ویدیو دارم که خیلی دوست دارم اونو بعد مسابقه اجرا کنم. اگه هدفتون وزن کم کردنه و یا نگه داشتن همین وزنی که هستش، چیت میل ها میتونن بهتون کمک کنن که خب شما رو خوشحال نگه دارن و از بابت روانشناسی این کارو براتون یکم راحت تر کنن، دردش رو یکم کم تر کنن. ولی اگه هدفتون اضافه کردن وزنه، یک یا دو وعده چیت میل تو هفته میتونه به شما کمک کنه که شما به اون هدف میزان کالری اضافی که تو هفته میخواید مصرف کنید خیلی راحت تر بتونید برسید. برای مثال اگه بگیم مثلا شما توی رژیم هضمید و طول هفته میخواید 3500 کالری اضافه مصرف بکنید و رژیمتون انقدر تمیزه که مثلا فکر میکنید تا آخر هفته نمیتونید به اون هدف برسید، یک یا دو وعده چیت میل تو هفته میتونه باعث شه که شما خیلی راحت تر به اون هدف و میزان کالری که میخواید برسید. البته این برای من صدق نمیکنه چون شما خودتون میدونید من چقدر غذا میخورم و اصلا کار به اونجای چیت میل نمیرسه که من بخوام به اون میزان کالری که باید مصرف کنم برسم. چیت میل ها نمیتونن جایگزین غذاهای خیلی مقوی برای ما باشن. چیت میل ها نمیتونن به ما کمک کنن که بهتر ریکاور کنیم و یا عملکرد ورزشیمون رو بهتر کنیم و یا به هدفامون برسیم. اگه رژیم غذاییت فوق‌العاده است، غذای خیلی خوب و سالم توش داری، غذای پروسس شده نداری، شکر کمه، میوه و سبزیجاتتو میخوری، چیت میلا میتونه بهت کمک کنه. ولی اگه رژیمت خیلی بده، هر چقدر میخوای غذا میخوری، همش بیرون غذا میخوری و فکر کنی علاوه بر اون میتونی یکی دو بار غذای چیت میل تو هفته داشته باشی، سخت و اشتباهی، خیلی تو رو از هدفت دور میکنه، باعث میشه که از بابت ذهنی خیلی داغون بشی. چون خودتونم حس کردید وقتی غذای بد میخورید کلا ذهنتون خیلی
داره توش. انرژیتون خیلی کمه، پرفورمنستون، کاراییتون خیلی کمتره. پس اگه رژیمتون همینجوری که هستش خیلی خوب نیست، چیت میل هم بهش اضافه کنید، دیگه خیلی خیلی واویلا میشه به قول معروف. غذاتون رو سالم نگه دارید، هفته یک یا دو بار به خودتون یه حالی بدید. ولی بهتونم توضیح میدم یکم دیرتر تو این ویدیو که چطور درست این حالو به خودتون بدید. خودتون میدونید وقتی یه غذای خیلی سالم و خوشمزه میخورید چه حس خوبی بعدش دارید، چقدر انرژیتون زیاده، چقدر از بابت ذهنی خیلی کلیر یا خیلی واضحید. پس بهتره که بنیان رژیمتون رو بذارید غذاهایی که خیلی کاملن، غذاهایی که گوشتها، مرغها، ماهی، سبزیجات، آب به اندازه کافی، سلامت و پایه رژیمتون بکنید و علاوه بر اون یه حالی هم به خودتون حتما بدید. بالانس تو همه چیز خیلی مهمه. تمرین امروز اول چند بار میدویم که خودمون رو گرم کنیم، بعد یه دقیقه پلانک داریم، میدویم تا جایی که میتونیم تو آب برمیگردیم. این کارو تکرار میکنیم تا دیگه نتونیم این کارو تکرار کنیم. برو بریم. بچه ها نکته بعدی تو چیت میل اینه که چیت میلتون رو روزایی بذارید که تمرینتون توش خیلی سخته و بیشتر از همیشه تمرین میکنید. بچه ها دارم میمیرم، خیلی سخته این تمرین. خوش باحال بچه های رشت و انزلی، میتونید اینجا تمرین کنید همش لبه دریا. ما که ونکوور زیاد دریاش مال نیست به نظر، حتی اینجا مکزیکا. بچه ها تمرین اول تموم، بریم برای جلسه اول وزن زدن باشگاه تو روز. Let's go. این باشگاهی که الان اومدیم به ما اجازه نمیدن که فیلم بگیریم، اینجا حرفی نمیزنم. بقیه روزی که داریم میریم با همدیگه راجع به چیت میلا صحبت میکنیم. Let's go. بچه ها تمرین سوم رو میخواییم دیوید گاگینزی بریم. یک کم امروز زیاد تمرین کردم ولی من عاشق تمرین کردنم راستش. بچه ها تا سفتن داره میره من یه نکته دیگه بهتون بگم، اگه تو رژیم کاتید و میخواید وزنتون کم شه چیت میل رو بهتون پیشنهاد نمیکنم، چون وقتی که میخواییم وزن کم کنیم خیلی وقتا میزان حجم غذایی که میخوریم خیلی کم شده و ترجیحاً بهتره که شما میزان غذایی که میخورید بهتر کنید. برای مثال من الان میزان کالری مصرفیم روزی 2000 تایه، یعنی حجم غذا از چیزی که همیشه میخورم خیلی کمتره. برای همین به ترجیح میدم به جای اینکه یه غذای پر کالری بخورم حجم غذامو یه ذره ببرم بالاتر توی یکی از وعدام که حداقل با شکم سیر از اون غذا بیام بیرون. ولی اگه تو رژیم حجمی چند بار خوبه که چیت میل تو هفته داشته باشید؟ به نظر من 2 تا 3 بار چیت میل داشتن تو هفته مشکلی نداره، بستگی به نوع چیت میلی که دارید، میزان کالری که توش هستش. اگه از 2-3 بار تو هفته بیشتر بشه راستشو بهتون بگم میتونه یکم شما رو از رسیدن به هدفاتون دور کنه. بچه قایقو که میکشی میری میای، اینجا یه استیشن کمک های اولیه داری، یه ذره الکترولیت میزنی دوباره برمیگردی. من سر اینو بزنم تا سفته نیمده، انرژی نمونده پسر.
مردم، مردم من. خدایا بچه ها، من شما که میدونید صبح‌ها روزی 15 تا سفیده تخم مرغ میخورم تو ونکوور، از این باکس ها میگیرم که توشون 15 تا تخم مرغ داره، ولی اینجا اون باکس ها رو ندارن. واسه همین هرچی تخم مرغ داشتیم تموم شده، دارم میرم سوپرمارکت یه سری تخم مرغ بگیرم، برگردم برم با سانقین بودم. یه سوالی که خیلی هاتون از من میپرسید اینه که بهترین زمان برای مصرف کردن چیت میل ها کیه؟ کلن چیت میل ها، چیت میلی که خیلی بهت حال بده، چربیش معمولا زیاده، میزان کربوهیدراتش خیلی زیاده، میتونه پروسس شده باشه و شکر زیادی هم داشته باشه و معمولا میتونه تو پروتئین هم کم باشه. پس اگه توی همچین غذایی قبل تمرین بخوری، کل تمرین کلن حالت داره به هم میخوره، هم انرژی کمه، هم برین فاگ داری، ذهنت مخشوشه، نمیشه همچین غذای خودش قبل تمرین خورد، حالتون بعد تمرینتون افتضاح میشه. بعد تمرینم ما کلن میخوایم غذاهایی بخوریم که هضمشون برای بدنمون خیلی راحت باشه و بتونه از تمرینمون ریکاور کنه. و معمولا بعد تمرین انقدر که ما سخت تمرین کردیم گشنگیمون خیلی زیادتره و پرخوری احتمالش برامون خیلی بیشتره. به نظر من بهترین تایم برای خوردن چیت میل وعده بعد وعده تمرین کردنه، یعنی شما تمرینتون رو میکنید، وعده بعد تمرینتون رو میخورید و بعد اون وعده میتونید چیت میلتون رو بخورید، یا حتی دو تا وعده بعد اون وعده. این پیشنهاد منه به شما. من برم تخم مرغ رو بگیرم، برگردم یک کم میخوام برم با ساندرین بودم، فکر کنم حین دویدن یه نکته دیگر راجبش باهاتون صحبت میکنم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید. بچا از صبح همین شلوارک وامه، فکر کنم امشب دیگه اینو باید بندازم دور. از شنا دو صبح باشگاه عجب شلوارک خفنیه. دوست دارم که بیشتر بودم، ولی برای امروز به نظرم ورزش کردن کافیه. خب سوال بعدی اینه که چه چیت میلی بخوریم، چه چیت میلی خوبه. به نظر من هر چی میخوای بخور، یه لذتی آدم به هر حال باید ببره دیگه. الکی اسمش چیت میل نداشتن که بیاید بره چیت میل سینه مرغ بخوری چیت میل نمیشه که. ولی اگه سلامتت برات خیلی مهمه و اینکه هدفت برات خیلی مهمه و میخوای چیت میل خوردن رو درست انجام بدی، یه نکته برات دارم. سعی کنی غذاهایی انتخاب کنی که توش پروتئین بیشتر باشه. برای مثال من عاشق همبرگرم، شما خودتون میدونید دیگه، همبرگر 15 طبقه رو براتون قورت میدم، ویدیوشو دیدید. به جای اینکه سیب زمینی بگیری بغلش، دو تا گوشت به همبرگر اضافه کن. یا ساندرین شیرینی دوست داره، عاشق اورئوه، عاشق نوتلاه. خب وقتایی که سانگوین میگم فارسی میگید یاد بده نده، این میشه دیگه، لوش نمیشه دار. Whatever he says about me is not true. No, I'm saying good things about you, love. اون دوتا ماده که گفتم و این وحشتناک دوست داره. خب ولی بغلش چی میکنه؟ یه پروتئین شیک میذاره، یا یه شیر با پروتئین زیاد همیشه بغلش میذاره، یعنی با یه چیز خیلی پر پروتئین میکس میکنه. پیشنهاد منم به شما همینه، یعنی اگه شما عاشق مثلا کوکینا خوردنید یا شیرینید، میخواید به عنوان وعده چیت میلتون شیرینی داشته باشید، یه پروتئین شیک بغلش بذار، یه لیوان شیر بغلش بذار. ما بریم بذار بهتون بگم چقدر دویدیم تا الان. 16 دقیقه دویدیم، حدوداً 2.5 کیلومتر شده، فکر کنم نزدیک 5 کیلومتر باشیم. اصلا مهم نیست چقدر آدم میدوه، خیلی آروم هم داریم میدویم، داریم از این منظره زیبا لذت میبریم. برو بریم. Sammy, how's the run? Very good, very warm. Best training partner right here. دمت گرم. بچه‌ها من که این ویدیو رو دارم می‌سازم، ساندرین هم داره هی به من ایده میده، می‌خواد یه نکته رو بهتون بگه. If you create the menu that you love, you won't even have to do cheat meals because you're always looking forward to your food, breakfast, lunch and dinner. بله، اگه با سلیقه اید مثل ساندرین که غذایی درست می‌کنید که دوستش دارید، نیاز ندارید که از رژیمتون بکشید بیرون و چیت کنید. ولی خب همه ما دستپخت به خوبی خانم‌ها رو نداریم و مرغ آب پز مصرف می‌کنیم بعضی وقتا. Thank you very much. That was perfect here. Respond. بچه ها من عاشق تکو هم. خب امشب اگه ظرفم رو نگاه کنید میبینید پر سینه مرغه، کربوهیدرات خاصی نیستش، ولی بغل این غذا دارم تکو میگو میخورم، عاشق میگو هم.
یه ذره گواکاموله بهش اضافه میکنم، یه ذره هم بینز، نمیدونم بفرسی چی میشه راستشو بهتون بگم، لوبیا فکر کنم، لوبیا اضافه میکنم. ببین پر پروتئینه، از رژیم برنامه‌سازیم خیلی دارم خارج نمیشم چون امروز خیلی فعالیتم زیاد بوده، یه ذره فقط بهش فکو اضافه میکنم، اینو بخورم. یه چند تا نکته دیگه میخوام بهتون بگم، برو بریم. خب بچه‌ها این بود از شام من. من که غذامو تمام کردم، سینه مرغمو تمام کردم، علاوه بر اون تکایی که بهتون نشون دادم دو تا دیگه هم تکو خوردم، ولی فکر کن اگه اون سینه مرغو بغلش نمیذاشتم چقدر بیشتر میتونستم بخورم، شاید 15 20 تا میتونستم بخورم، سیرم حتی شاید نمیشدم. یه چیزی که دوست دارم بهش خیلی فکر کنید اینه که بدونید که همیشه قرار نیستش که شما این رژیمتون رو نگه دارید. شما جایی که الان هستید، برای مثال اگه درصد چربیتون خیلی بالاست و میخواهید کمش کنید، رسیدن به اون درصد چربی بالا یه شبه نیومده، مدت خیلی طولانی شما عادت‌هایی داشتید که شما رو به اون درصد چربی رسونده و وقتی که بر میگردید به اون وزن ایدئالتون نیاز نیست که رژیم انقدر سخت داشته باشید. یه سری عادت‌های خوب رو میتونید نگه دارید و یه سری چیزها رو میتونید یکم شل کنید به قول معروف. برای مثال اگه وزنتون 100 کیلو بوده میخواید بیاد بشید 80 کیلو، وقتی که به 80 کیلو رسیدید خیلی راحت‌تر میتونید این چیت میل ها رو داشته باشید یا وعده‌های بیشتری داشته باشید. فقط میخوام بدونی که این اتفاقاتی که داره میفته، این تلاشی که داره میکنید به هدفتون برسید همیشگی نیست. برای مثال من که مسابقه بدنسازی 40 خورده روز دیگه تموم میشه، دیگه نیازیست که تو این رژیم کات خیلی وحشتناک باشم، میتونم برم رژیم حجم دوباره، یا میتونم بدنم رو ریکامپ کنم، یعنی همین سیستمی که هستم رو سعی کنم بمونم، نگه دارم، تمام تلاشم رو نذارم. واسه همین میخوام بگم که ناامید نشید، این راهی که توش هستید همیشه قرار نیست اینجوری باشه. فقط یه چیزی که باید حواسمون خیلی بهش باشه اینه که پرخوری بیش از حد نکنیم، چون خوردن غذاهایی که ماده افسودنی زیاد داره یا غذاهایی که جانکن و فست بودن خیلی آسون‌تره، ما میتونیم خیلی بیشتر مصرفشون کنیم. فکر نکن که مثلا من بری یه برگر 16 طبقه بخوری هیچ چیش تبدیل به درصد چربی تو بدن نمیشه. اتفاقا بدن ما استعدادش تو درصد چربی اضافه کردن خیلی خیلی بالاست. آخر از همه میخوام باهاتون راجع به افرادی که تو سوشال میدیا میبینید صحبت کنم. برای مثال راک، فکر نکنید که راک همینجوری عشقی میره همون چیت میلای خیلی خفنش رو یکشنبه ها میخوره. نه اصلا، تک تک چیت میلایی که راک مصرف میکنه همه حساب شده است. راک یه دونه ترینر داره که طول هفته تمام غذاش براش دیزاین میکنه. طول هفته رژیم غذایی راک خیلی 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 سخته و دلیلی هم که چیت میل خیلی وقت آخر هفته مصرف میکنه اینه که قبل فیلم برداریاش بدنش خودشو خیلی پرتر نشون بده. پس سعی کنید که چیزایی که تو سوشال میدیا میبینید روتون رو تصمیماتون تأثیری نذاره. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید، امیدوارم که ازش لذت برده باشید. چیت میل یک موضوعیه که راجبش سوء تفاهم خیلی زیاده و اگه دوست دارید که من بیشتر راجبش ویدیو بسازم، چون خیلی بیشتر میتونستم تو دیتیل برم و ویدیو رو طولانی تر کنم ولی نمیدونستم که برای شما جذاب هست یا نه، اگه دوست دارید همینجوری به سبک ولاگ یکم طولانی تر براتون بسازم، حتما تو کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیو بعدی. خیلی زیاد ما سعی کردیم عادت هامون رو عوض کنیم، یه سری هدف های جدید برای خودمون گذاشتیم. You can come. Come.